کرونا در آلمان، شروع واکسیناسیون بعد از کریسمس. 400 هزار دوز واکسن فایزر بیونتک در آلمان آماده تحویل است. وزیر بهداشت اعلام کرد که واکسیناسیون از 27 دسامبر شروع می شود و سالمندان در اولویت تزریق خواهند بود. کرونا در شبانه روز گذشته جان 698 نفر در آلمان را گرفته است. در نشست مشترک وزیران بهداشت دولت‌های ایالتی آلمان تصمیم گرفته شد که واکسیناسیون کرونا از تاریخ 27 دسامبر، یعنی چند روز پیش از شروع سال جدید میلادی، آغاز شود. مجوز آژانس دارویی اروپا EMA قرار است دوشنبه 21 دسامبر صادر شود و در وهله نخست خانه‌های سالمندان واکسن را دریافت کنند. ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان، اعلام کرد که پس از صدور مجوز حدود 400 هزار دوز واکسن فایزر بیونتک به این وزارتخانه تحویل داده خواهد شد. او افزود که تا پایان 3 ماه نخست سال آتی 11 تا 13 میلیون دوز واکسن آماده استفاده می شود. قرار است وزیر بهداشت آلمان روز جمعه همین هفته، یعنی 18 دسامبر، جزئیات دستورالعمل‌های کمیسیون واکسیناسیون را در کنفرانسی خبری ارائه کند. طبق تصمیم دولت فدرال، کادر درمانی و سالمندان به عنوان گروه‌های در معرض خطر در صف مقدم استفاده از واکسن خواهند بود. آخرین آمار مؤسسه روبرت کوخ از ابتلای 26923 نفر و مرگ 698 بیمار دیگر در آلمان در یک شبانه روز خبر می‌دهد. تلخ‌ترین رقم به روز چهارشنبه 16 دسامبر مربوط است که در گذشت 952 نفر طی 24 ساعت به ثبت رسید. دولت آلمان از چهارشنبه محدودیت‌های جدیدی را به جریان انداختند تا ظرف یک هفته نرخ ابتلا را با 50 مورد در هر 100 هزار نفر برساند. به این منظور مدارس و کسب و کارهای غیر ضروری تا 10 جنوری تعطیل شدند.